رو بنواز دلی صدا که میدهد تار شکست دلی 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 حضار محترم مدعوین گرام ظل الله خلیفه بغداد نزول اجلال می فرماید. نه بابا ابهتش که بد نیست، لباس احمد خان انگ تنشه. بینم امشب چی کار میکنی ها؟ دلم نمیخواد بگن تو احمد خان دسته آفاق کمیتش لنگ مونده ها. میخوام امشب تو عروسیان همچین گل کنی که صداش مثل توپ تو شیراز بپیچه جوری که احمد خان آتیش بزنه. حالیت هست یا نه؟ ما فرمان میدهیم که هر کس بر خلاف تمایلات شما قدمی برداشت بلادرن گردنش را بزنند. چه بله؟ قربانت گردم، حالا بفرمایین که عرق سرد شد و کباب از دهان افتاده. بفتم آگه بنایده. بفرمان جامی شراب ما را مهمان کن. عرق داریم فقط قربان. شکریم. برو بالا. یه قابلی نگیریم. مزه. با. چه منظور از دلی دل؟ مرد سور این دل. باز که تو داری تفره می روی سیاه سوخته. چه منظور از دلی دل؟ خاطر خواهی. خاطر خواهی بابا. جوونیه دیگه بابا، ای یادش بخیر. خاطر خواه چه کسی؟ کسی؟ از کن سیاه چموش برزنگی. بستر مبارک ای کسی بدونه ده. دستور میدهیم که هرچه زودتر عشق او را شناخته، یافته، آورده و گوهر را به وصال معشوق برسانند. عرقو که بندازیم بالا سرما خوردگیتون برطرف میشه قربان. بیا بیا دو که میبد تا به شکست دلش دلی 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 یکی که سالا همه میدونن غیر از خود صفدرخان. گفتی صفدرخان؟ آره یادش بخیر. اون وقتا تو هنوز شیراز نیومده بود. یه کاک و صفدری داشتیم، یه تاج سری داشتیم. نامردا ناحق و ناروا. آخر شب منشی حاجی احمد و تو پاشنه در زورخونش کشتن و در رفتن. در رفتن و تقصیر افتاد گردن کاک و صفدر. نه راه پس داشت و نه راه پیش. حالا 10 سال آزگارم. 10 سال آزگاره که تو تبعیده. میگن که ما همیشه زیر ابر نمیمونه. آهای کجا این اله بد؟ همه نشستی سامان باد؟ اینجا نشستی از همه دنیا بیخبری آفا خانوم؟ تو که من نصف العمر کردی چی شدی؟ مگه نمیشنفی؟ گوش کنین ببینین چه ولوله ای زیر بازار چه راه افتاده. خوش خبر باشی الهی نصرالله خان. الهی همیشه دارن گاو و گوسفند قطار میکنن که جلو پاش خیر سر ببرن. پس چرا داری جونمو به لبم میرسونی؟ بگو چی شده. فرد صبح علکتونو زیر دروازه قرآن محشر کابراست. یه نفر اون بالا بالا ها رو دستای مردم میبینین که دارن باردش میکنن. کاکا؟ آره کاکا خودشه. بیگناهی ثابت شده، آزاد شده. چش باید برن هفت سوراخ قایم کنن دیگه. دور دور ما و بخت بخت ما. هنوز هم دور دور منه و بخت بخت منه. ببرو نفس تو. مجلس عشق به هم خواه. چا انداخته؟ یعنی خود اینه که چو انداخته. اره چو؟
خاکم الان پشت گوشت وایساده تا خونتو بریزه. من پشت گوشش فقط یه دونه پشه میبینم. و چلوم هم یه مایسه که داره وزوز زیادی میکنه. آره بس پشه نشکنم. آرام دیگه اون مامر لولو بار زنده بزن به چار. نفهمیدم نفهمیدم اسم صافتر به گوشت خورده و جونی گرفتی ها؟ صدات وا شده. هنوزم اگه سر قوسم بندازین توی یه چشم هم زدن زندگیتونو بیریخ میکنم. چادا چاشون کن میخوام بریم عشق. نه این که ریختت خوشم میاد. چرت اقواتی در نه یه دختر شوم شد. برش کنم شما بریم کار عروسی تقیق کن. برش کن تو خوری سرش نزم. نه باید باستی نه تو رو خدا بلش کن. میخوام با تو اسما بغنو تو برش کن دختر اگه منظورت فقط گرگیری خب من که هستم بگرد تا بگردی. پس شما بگردی تا منم برگردم. بگردی پیشواز در به در دنبال یه سولاخ میگرده که قایم شه. فهمیده که امروز کاکاد میاد چیه که نفهمیده باشه. هاشم حالا باز تو اون پاس بده اگه پیداش شه. به زیر سنگم که برای کاکام پیداش میکنم. دیگه چشم داره سیاهی میره. لعنت بر شیطون. به شیطون فوش نده میپیچه به پر و پامون. آی جوان اکبام حرف بزن. این
اینطور مثل غریبه ها کس نکن کنج دیفال دلم گرفت. آروم باش دختر. چطور میتونم آروم باشم وقتی تو بغلم وایسادی؟ یه خورده یواشتر. خیلی خوب تو باز یه کاری بکنی که تو ذوقش نخوره با. تو ذوق کی؟ کاکام. من فکر کردم که مادر تو میگی. کاکام که اومد صاحب اختیار همه چیونه. کی بهش میگه بیاد خواستگاری؟ همچی که عرق به تنش خوش شد. فکر میکنی کاکات کسر شهر ندونه که دختر آفاق سردسته ی مطربا رو برای خانداداشش بگیری؟ از هیچی نترس، کاکام که مثل ننم نی، اون مرده، سرش تو حسابه، حتمانی همه چی رو روبرا میکنه. پس مبارک ایشال. بلا نخورت دختر، اینطوری نخند، ناراحتم میکنی. اگه من ناراحتت نکنم پس کی باید بکنه؟ گوش کن، تو باز حواست جمع کنی، باز یه جوری خودتو تو دلش جا کنی که سر بزنگا تو کارمو نه نیاره. آخ نه تو رو خدا، مثل خانوم خانوما همچی سنگین و رنگین با محبت دارا سالیته که اون وقت همه چی درست میشه. همه چی؟ پس مبارک ایشان. چی شده نسولا؟ این زیاد چیه که در آوردیم؟ پس کاکای من کو احمد آقا؟ والا چه عرض کنم؟ سلیم آقا دیروز که اومدن شیراز گفتن که کاکا من تبعید آزاد شده و امرو وارد شیراز میشه. بابا عجب آدم های نسناسی پیدا میشن. چو انداخته؟ چو انداخته؟
شده ننه. این کاکاته، این سفتر منه، دفتران خودشه. کاکو، کاکو جو، کاکو، کاکو. صدا تو بگو. آخه تمام اهل محل باید بدونن که کی برگشته. کسی بر نگشته. صفته ننه کاکامه. نه 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 قربونت برم الله. صفترکم دورت بگردم. خاک زیر پات. صفترکم کشتی منو. چرا دلمو اینطور خون کردی؟ آخ تو این 10 سال چشم به این در بیساب خوش شد. همه کس در زد، اما وقتی تو نبودی انگار که هیچ کس نبود. سفترکم، سفترکم. از بانگ خروس امروز زیر دروازه قرآن قیامت شده بود، اما تو نیومدی. آخه نمیخواستم. میدونستم چه بساطیه، برای همینم بود که نیومدم. داشتم با صورت رو خاک میافتادم وقتی گفتن تو نیومدی. همه جا حرف تو بود، همه جا بوی تو بود. حالا که تو بغلت آمده، تو رو به سید الکریم اینطوری هشت کنید، دل آدم رو ریش میکنید. قربون دست ننه. آره خلصه باز همین فرد زیر بازارچه جلوی همه پشتشو به خاک برسونی. باز دخل این بچه پر روی نامردو بیاری. اگه میدونستی تو این 10 سالی که نبودی چه آتیشی تو این محل سوزونده، یه چشم به هم زدن امونش دمی دادی. یه ساعته که من دارم زبون میریزم، اون وقت تو همینطور ساکت اینجا نشستی که انگار نگار. میگم نکنه که زبونتو تو تبعید بریده باشم. ببینم من خنگ شدم یا استغفرت شیطون هم زدلم. چه شده؟ یعنی که تو میخوای صاف صاف اینجا بشینی و به این بچه پر رو نوچش دور بدی که هر حال تو پورتی دلشو خواست بکنن؟ آخه من که من دکتر دار چی دارم میگم؟ چه کافی دارم میگم؟ چه ناحقی دارم میگم که اینطوری تو چشم زل زدی؟ دیگه زیر بازار چه به من دخلی نداره. شوخی میکنی؟ تو کی دیدی که کاکات با کسی شوخی کنه؟ تو خیال میکنی؟ تو هیچ وقت نمیتونی ساکت بشینی. تو همون پهلون صفتری که وقتی زیر بازار چه نعره میزدی پرنده رو هوا پر نمیزد. صبر کن، چاکرم، بفرمان، بس، هرشی جوانه، بفرمان. سلام علیکم. نمشت لیدات چه بکن اینجا؟ چش بفهمید، این هم دوتا چایی کمیش. اون ساعت مالی که گفتم بفرسی باید چی شو؟ هاشم خواهد سفترخان دیگه برگشته قلاف. آره برگشته. برشید اینا همه میدونم، اما کی؟ کجا دیدنش؟ میگن لچهش سرش کرده و خونه نشین شده. چطه؟ این تازه اولشه. همینطوری وایسی ما دم نزنی؟
یعنی بدون سکه گه پوله بکنه. ماشتالی سلام علیکم. او ساک پرو که دیدیش بفرستش خونه ما، میخوام بدم دستی به سر گوش زورخونه بکشه. چشم. حواست با من پیر مرد؟ با تو هم ها کاکو، حواسم با شماست. همین امروز همین از سایه زیر سنگم که باشی بیدش می قنبر جان. قنبر شنفتی که چی میگن؟ نه من چیزی نشنفتم. ده ببری ها بله. خب ولی چی میگن ها؟ میگن اگه میخوای استر کنی باز همون اول کار گرده بزرگونو به خاک بمالونی. حالا تو میخوای استر کنی یا نه؟ نه من نمیخوام استر کنم. حالا بلفاس که اومدی و خواستی کون بزرگش؟ بزرگی میبینی تو اینجا؟ چرا وایستادی لب گود رو رجز میکنی؟ صدای تو هم داره وا میشه. بریم بیرون اگه مردشی. حالا چرا رای دور و دراز بریم؟ همینجا بگرد تا بگردی. خونه تو بی خودی واسه این حرفای ساعت تا یه قاس کثیف نکن. را بیفت، ما کارهای مهمتری داریم. ضرب مرشد پوستش ترکیده، باید بدیم پوست نو بندازن. را بیفت. شنفتی که شنفتی که ککاچیک باس بری پوست دنبک هره. بلاخره هر طوری شده وادار روزی وادارت میکنم. اون ساعت تو من یادت نره غروب بفرستی در خونه. برو داشته جمع کن برو. پاشو را بیافت، خیلی کار داری. من دیگه با تو کاری ندارم. شایدم حق با اونه. شاید Thank you.
کردی؟ آره، از دست تو همیشه باید مست کرد. باز چی شده؟ هیچی. انگار نه انگار که ما چی میخوای بگی؟ اینه تو هیچ وقت نرمیدی که من بده باشم یا بالاخره هاشم شبیه نصف شبیه نصف دیگه روز مرگشه، یعنی مرگ هر ستامون.
منم میکشی. با چی میزنی منو میکشی؟ به کجا میزنی منو میکشی؟ تو خودی بینم نکن، تو خلیت میکنم. تو رو خدا مزاحمتی. هر وقت دیگه هم اگه سر و کلش پیدا شد یا اوشکی بفرستین کلونتری مامور بیاد. کلونتری مثل این که اومده بودین یه حرفایی بزنین که نصف کاره موند. ایشالا شب خدمت میرسیم، یه حرفایی هست که پس امشب منتظرتون باشی. حتما مزاحم میشی. پیر شدم و عرق شدم و تو هنوزم نفهمی. پس بذار بازم نفهم، هیچ وقت نفهمی. اینطوری اقلا واسه خودم قشنگ تره. قشنگ تر. چند دفعه باز بهت گفت که زیادی نخور؟ آخه مشروبم حد دیده رو. ماشالله چه دختری شده واسه. یه چزغله بچه بود اون وقتا. از کجا این همه شیطونی یاد گرفتی؟ شد که اینه یه دفعه از مادرش بپرسیم. آخه تو اون وقت انقدر شیطونی نداشتی. تو چشم بصیرت نداشتی. آخ خوشم اومد. حالا ما هم رفقا خوشش میام. ایوالا الله اکبر سمیان بصیرا. حضور خونه داشتیم بنه علکی. آره عربای اون بابات. حالا پاشیم بیاییم بالا، دلم از تنهایی ترکی. اومدی شوی تو چه حکایتیه؟ دوست دارم، دوست دارم. دیوونم کردی، بلا نگیری دختر. برو. Thank you.
کم بده ایلوی. حالا چرا اینقدر تو میری دختر؟ چه میدونم؟ فکر میکنی چطور بشه حالا؟ چطور بشه حالا؟ کشتی تو منو. بد شد به خدا. چه بدی؟ بالاخره که باز کاکا میفهمی. اما نه اینطوری، بد شد به خدا. حالا میگی چی کار کنیم؟ بریم خودمونو بکشیم؟ دوست داشتم مگه ننگه؟ آخ نه به خدا. اصلا عشقش به همینه که آدم دلش همش تو حال و بلا باشه. آره به خدا. تو کشتی منو، چقدر خدا خدا میکنه تو؟ خدام توی جوونه که اگه تو رو صدا نکنم پس چه کسی رو صدا کنم؟ کاف نگو. دوست دارم. خیلی خوب دوست داشته باش، اما تو کوچه که جایی حرفا نیست. اینجا که نیست، تو خونه که نیست، رو پشت بوم که نیست، پس کجا ساخی؟ اگه زیاد کفرمو در بیاری همین وسط کوچه لپتو ماش میکنم. آخ نه تو رو خدا. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر الله ربی و تو. مبارک باشه الهی. خدا از دهنت بشنفه الهی. چه کسی رو زیر سر گذاشتی ننه؟ یا آتیش پاره همین بغلای گوشت. جا خریدار بند بند خنداتم. الهی قربونت برم مادر. نرگس دختر آقا بگم. از خونه های بالاتره. ببینم مادر جون، نوه زنوسا همومیه. اگه اون باشه که خیلی مقبوله. ننه لختیشو تو هموم دیدم. به چه تن و بدنی، چه سینه های مثل سنگ میمونه. همچین که نفهمه خودمو بهش مالیدم، اصلا تنش نداره. اگرم داره بوی گلابه. بازم بالاترک. نکنه اقدس دختر حاج پشمکی رو میگی؟ بالاتره. آخ تو که منو کشتی ننه، بگو کیه دیگه؟ ننه بند دلمو پاره کرده. نوچرش دیوونه هم کرده. اما نپرس کی، نپرس که میترسم اگه بفهمی رضایت ندی. نکنه یه وقت از اون زنای... نه بگو توبه، گناه مردمو نشور، تفلکی خیلی معصومه. بدش به هم، بدش به هم. فقط ننه، تو رو به خدا حواستو جمع کن که بهت عوضی غالب نکنن. اون وقتا دیگه گذشت که دختر هموم به هموم از خونش بره بیرون. دخترای این دور زمونه واه 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 یک بلاخوردهایی هستن که نگو. یه سر دارن و هزار سودا. فکر ایناشو نکن ننه، زفترت کسی نی که عوضی بهش غالب کنن. تو که هیچی، بابای خدا بیامرزت هم اگه زنده بود بهش غالب میکردن. دست مریض ننه نوکرت هم به ما واره. Thank you.
چشم امید ما به شماست. چشم امیدت به خدا باشه مرد، من چی کارم؟ آخه شما باید یه فکری بکنی. من چه فکری دارم که بکنم؟ دولت هست، برو شکایت کن. اگه هاشه فهمه که از دستش شکایت کردم پدرمو میسوزونه. کاکو دوت یه سر داره هزار سودا، یه مش کارا هست که باید خود مردم بهش رسیدگی بکنن. این پنبوشت بیرون کن که من چقدر که باید یه حرفو با آدم گفت. اجردنده چی تو بگی نه توش نیست داشی، اما این یکی رو میدونی؟ آخه بادام شیر که بادام شیر، اگه با این چیزا بازی کردی به جایی رسیدی. آخه داشی اون که ماما کاری نره، سرش به آخر خودش بنده. ده نفهمیدی، ده تو خط نیستی، ده تو اصلا بیخوی. این غلط عرض کردم، ما رو به خاک مالیدیم، کیا رو اجرا پوده؟ حسینی بهتیگری بعدش، امیر انگوری بعدش، حجمتیه بریم. خب و حالا؟ خب دیگه معلومه دیگه، خاتم همه گردن کلفتا، گرد و گرداست درخان. هنو که هنوز اسمش مثل بختک رو من خوابیده. یکی رو که زدیم دیگه کار تمومه. تو نمیری خودش گزک دستم داد، اشتباه فکر نکرده باشم که نکردم. پاشو داره میکنه تو کفش من. یعنی که چی؟ کل پوک، هر توش نیست که رفته تو نخ گوه. ها راستش ما امرو واسه امر مهمی خدمت رسیدیم آفا خانم. خیر باشه الهی. والا خیر که هست، اما حقیقت اینه که ما میواس مادرم میفرستیدیم خدمتتون. اما خب میدونی که شما زنا یه حساب کتابایی واسه خودتون دارین و یه اخلاقیات به خصوصی دارین که خب منم گفتم اول خودم یه لبی از هم واکنم، بعدشم مادر یه جوری رازش کنم بیاد دوخت و دوز کنه. خب آره دیگه، با اجازه شما ما میخواییم همچین. خب منظور؟ آخه خودت که واردی، وضع کار شما و خونواده ما و اسم و رسم و از این حرفای صد تا یه غاز و خلاصه چطوری بگم، مادر رو بالاخره یه جوری راضیش میکنم. حرف سر اینه که خب نظر شما و اینام شرط دیگه، اگه آدم خیالاتش یه طرف قرص باشه طرف دیگه هم یه کارش میشه کرد. برو تو. هلا خبا قمبه. جان قمبه از که هیشکی توش نیست؟ سب که الانه معلوم میشه دست تو این خراب شدنه؟ نه بابا، مثل این که خبرهاییه. آی گوهر کن گوری کپیدی. چی کارش داری؟ برای بچه ها خونه کلمتی سمسار دوره هم جمع بودم، اما سورساتشون روبرا نبود. گفتم گوهر رو چند تا از این تار و تنبوریات رو ببرم حالی به محفل. امروز نه قمبر. جان قمبر چی شنفتی تو؟ میگه که نمیشه. نشنفته بگی تو. باردم چرت میگه. درست گوش کن آفا خانم، ما خوش نداریم که آدم های غیر توی این خونه پاتوق بندسن. اگه پاتوقی هست مال ماست، اگه باجی هست مال ماست، اگه مال خوشکلی هم هست مال ماست. بهتره که دیگرون دورشو خید بکشن. آی گوهر چادر تو به سرت مثل بچه آدم بی پایین،
و نه تو هر صورت سنبه که باشی با دهگلنگ میکشمت بیرون. تو همچه واسه من خودم میکشمش بیرون. بله خب باشه. صفدر خان، من که زورم به این قلدورا نمیرسه، شما یه کاری بکنید. صفدر خان! موقع چی میخواد از جونم این حیفونی لنده؟ گوهر خیلی خوب، حالا که دیگه صفدر خان اینجاست چشم نکن، همه چی درست میشه. همه چی دست شماست، اگه شما بخواین همه چی درست میشه. ایشاله که امشب دیگه تمومه. به امید خدا. ای یادت باشه اون وقت هم که تازه پشت لبش سبز شده بود و دهنش بو شیر میداد، همش تو نخ این بود که باش گرگیری کنم که چی؟ که اس در کنه، که جاپا قرص کنه. اما کی محلش میذاشت؟ از کجا من؟ شاید هم میترسیدی که زمینت بزنه. هنوز کسی از شکم مادرش در نیومده که بتونه پشت منه به خاک برسونه. رسوندن به زدن زمین، یعنی همون نامردایی که بهشون دور نمیدادی زدنه. منشی حاجی احمد و آخر شب تو پاشنه در زورخونه کشتن و در رفتن و انداختن گردنه. یعنی 10 ساله که زمینت زدن. زمین خوردم مگه شاه خدا که؟ اما این دفعه اگه نجنبی همچی با نامردی میزننت که دیگه تا ابد از جات پا نشی. نسولا دور این حرفا گذشته، این پنبر اگوشت بیرون کن که یه روزی به هوای من، به هوای خودت زیر این بازارچه حکومت خود مختار را بندازی. به جهده سادات همچی که نفست خواست در بیاد، یه افتیر پشت کلت، یه لباس آبی پشترت وایستاده که اگه جام بخوری مغزتو داغون میکنی. آخه مردم اما انتظار دارن. دیگه گذشت، دیگه ما نمیتونیم انتظاری رو برآورده کنیم. عوض این حرفا برو دنبال زندگی؟ همچین همه کاکا دارن، ما کاکا داریم. دور این حرفا رو خیت بکش، بنا نمیگم بره واسط خواستگاری، برو توی دنیای دیگه. اصلا پول عروسیتم از ننه میسونم، زورخونم که داره علم میشه، بقل دست خودم باش. هرچی دار اومد برادری و برابری با همین. آکاکو برن شما تا بعد ما، من میرم رو بوم یه سری به کفتران بزنم، نار که حاضر شد صدام بزن. جوونی آخرش هم آدم بشو نیست که نیست. ای ننه، مگه ما تو سن و سال اون که بودیم چی بودیم؟ تو بگو یخت فرصت بده، به حق خدا درست میشه. زورخونه که را افتاد خیلی چیزا عوض میشه. من بهتر از تو میشناسمش. خیال میکنی یاسین به گوشش خوندن فایده ای داره؟ زنش میدم جونم، عوضش میکنم. خیلی خوب، حالا بذار خودت یادتو میفرستی خونه دختره. همین روزا بذار یه فرصتی بشه، همین روزا یه سرگوش یاب بدم ببینم دنیا دست چی هست، اون وقت خبرت میکنم. من فکر کردم که امروز رفتی سر و گوشی آب بدی. از چشمه مادر هیچ چیز. حرف که کاکام فرستاده بودم زورخونه، اگه بودم به هاشم نشون میدم. من همینجوری از نهرم در رفت و به کاکات یه چیزی پروندم. همه چی دست شماست، اگه شما بخواین همه چی درست میشه. دیگه این دفعه میدونم چه شکلی باهاش سرشاخ شم. ببینم کاکات از من چیزی بهت نگفت؟ اگه فیل باشه گردشو به خاک میمالونه. در مورد اون کفتره و نامه و این که بالاخره قضیه ما رو فهمیده حرفی بهت نزد؟ خب باشه، حالا که سر پیری سجده نشین شده و به نصیحت کردن افتاده، خودم شروع میکنم، خودم بهشون حالی میکنم. تو درباره خودمون به کاکات اصلا حرفی نزدی؟ فقط بذار پرم به پرش بگیره. اخ که دیگه از دست همه خسته شدم. از دست منم؟ و تو هم که وقت گیر آوردی و سر به سر من میذاری. وقت گیر آوردم که باید حرف بزنم عزیزی دلم،
اما تو مثل اینکه اصلا حواست به من نیست. حواسم به هیچی نیست. چرا؟ به بازارچه هست. میدونی؟ عشق گردن کلفتی داره خفت میکنه. ولش کن، ولشون کن، یا حداقل تکلیف منو روشن کن. آه، این همه وقتی که کاکات اومده و تو لب جلوش تر نکردی، بازم من که پر روی کردم و یه گوشه کنایه زدم، اما تو همینطوری دست رو دست گذاشتی و اینجا نشستی. آخه من نباید بفهمم چه کارم؟ نباید؟ تو بازارچه و کفتراتو بیشتر از من دوست داری؟ من تو و بازارچه و کفترامو با هم دوست دارم. یعنی من با بازارچه و کفترات فرقی ندارم؟ اینقدر سر به سرم نذار. کی به کاکات میگی؟ یه وقت مناسب. آخه این وقت مناسب کی میرسی؟ یه روزی دیگه. من میترسم تا اون روز یا من... هیچ معلومه که تو کجا بودی؟ چیز، رفتم بودم رختا رو جمع کنم. رختا رو؟ هنوز یه خورده نم داشتن. نم داشتن؟ کجا نم داشتن؟ خب یه خورده نم داشتن دیگه. هیچ معلومه که تو چته ها؟ خیلی خب تو هم بابا چقدر بونگیر شدی. حالا میرم جمعشون میکنم ایشه. بسم الله. صافتر خان سلام. سلام گوهر خانم، حالتون خوبه ایشالله؟ اگه باز هم مثل اون رو فرار نکنی خوبه. شرم تو برم به نامی. ببین چه رنگی داره میده و چه رنگی میسونه. واسه جریان امروز خیلی ازتون ممنونم. اگه شما نبودین معلوم نبود چی میشد. ایشالله یه روزی همه چی درست میشه. چه روزی؟ الهی پیشمرگت بشم دخمر. یه روزی که ایشالله بخت به سراغتون بیاد. بخت من همین دورو برا داره پر میزنه. هر کی ندونه شما که خیلی خوب میدونی. آتیش به جون گرفته. حالا کی باید رو پشتمون بیشینه؟ این دیگه دست شماست. یعنی همه چی دست شماست. دست اوست کریمه. یعنی همه چی دست اونه. اونه که حکم میکنه. کاکا با چی داری اختلاف میکنی؟ تو هیچ معلومه کجایی و غیبت زد پسر؟ گفتی میرم بالا به کفتران برسم. همین که تو رفتی منم برقی پوستر دومنم بالا. دنبال یک کفتر زاغی رفتم، تا تایی بونای بازارچه رفتم، بعدشم برای بچه ها تو کوچه بودن و پریدم پیششون. نصیر رو بیاری خودت هم جا خوش کردی اینجا؟ داشتیم آخه صحبت زورخونه بود و بنایی و کاجلکاری و نفاره. خوبه دیگه نمیخواد دروغ دنبال سر هم کنی. بیایم پایین غذا از دهن افتاد. افتاد. الهی شکرت. سلام بر حسین. لعنت بر یزید. پشت یه توش ببریم پیش آق مرزا، شاید که عبادارا اوورده باشه. پشو. یا علی اینقدر خون به دل آدم نکنید. چایی واسه‌تون دم کردم. آخه شد یه دقیقه تو این خراب شده بنشی. وضع جوریه که باید دوره بره کارو داشت. آخه اخلاقیات ننه رو که میدونی. خود دختره چطور؟ دیدی شن که از کسی حرفی چیزی در موردش شنفتی؟ شنفتی چیه؟ جمالشو زیارت کردم. میونه خودمون بمونه بعد جوری هم گرفتارش شدم. همو فقط کو جرأت که لب جلوی ننه تر کنم. جون نصیب پاک کلافه شدم. پیش خودم گفتم یه جوری تو رو بنزم جلو که یه ریختی ننه رو حالیش کنیم. چه چو؟ اتا چه پنهون کاکو، منم یه جوری میخواستم تو رو بنزم جلو. منو؟
آره منم تا حالا جرأتش نکردم که به ننه حرفی بزنم. بعد دختره یه جوریه که نمیشه به ننه گفت. خودت مشکلی که جریان بهتر میدونی. کدوم جریان؟ جریان کدوم دختر؟ به هماره باش که فکر میکردیم همه چی دستگیرت شده. کاکو بمیره اگه روحش از این قضیه خبردار باشه. اما تو نامه رو که به پا کفتر بسته بود و واسه من پرداده بود خونده بودی. یعنی گوهر خودش به من گفت. بعدش من خجالت فرار کرده بود. من یادت رفته. جوری ننه هر راضی میکنم
مبارک انشالله. شنیدم که پاشم خبرهاییه عروسی نصیه با گوهر. ببین کار زمونه به کجا کشیده. دختر معروف و زنداش دفتر خان. بعضی ها فقط استشون دهن پر کنه، قائلا غیرتشون اگه داشته باشن. آه اگه داشته باشن تازه رگش از اون بزرگتره. Thank you.
شاه داماد یک کبد بلند و مرخصی بزنید.
دخترخانش خبری نیست. یکی دو ساعته که بنکل قیبش زد. مزه. نامردا بد جوری امرو آزارش کردن. خدا ذلیلشون کنه. دلم واسش کبابه. اگه رأیش بود جفتشون همونجا به درک فرستاده بود. بد جوری گرفته اونا را دیدمش. خون خونشو میخورد و دم نمیزد. برای همین مورد عنایت ماست. اینقدر حرف نزن، بده درست بچسب به آقای عنایت. می‌کنی مادر؟ همه جا رو دنبالت زیر و رو کردم. همه جا رو آماده کرده بودم. دیگه کاری نبود. چمدون برای چی؟ آتو چپن اون. ما آخر شب میریم. میری؟ از اولش هم نواز میومدم. بی خودی اومدم. بی خودی ترم پابند شدم، یعنی خودم خودمو گول زدم. اصلا بعضی چیزها به پاری آدم ها نیومده. من میرم مادر. من میرم این زور خونم مال نسی که خرجش در بیاره و دیگه سربار تو نباشه. تو هم بالاخره به پولای تایی صندوقت احتیاج داری. پس منم با خودت ببر. نه نه، نصیب تو احتیاج داره. آخه بچه بزرگ کردم که برات دلم باشه، نه اینکه خودشو آواره کنه. اینقدر نیشتر به دلم نزن. منو ببخش، به موت قسم که دیگه طاقت موندن ندارم. پس همه با هم میریم. نه 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 نه, نه. بذار تنها باشم، اینجوری خیلی راحت. تو چشای من نگاه کن، راستشو بگو. چی رو راستشو بگم؟ اون دختره. کدوم دختره؟ همون دختره، کی بود؟ نه نه، چشای تو داره به من حرف میزنه، دیگه نمیخواد لاپوشونی کنی. نه نه، بگذار. تو چرا بخشیدش؟ من چی رو بخشیدم؟ این حرفا کدوم؟ نه نه، زندگی منو دست انداخته بود، فقط با یه اشتباه کوچیک. همین. مادر تو رو بهتر میشناسه. من اخلاق تو رو میدونم، میدونم که سب بسته. نه ببین دیگه، اگه یه کلم در این مورد حرفی زدی نزدی، فراموشش کن. اینم خوب نیکه اما کسی اونجا نباشه. تو برو، منم الانی میام. برو. آدم شب عروسی پسرش که گرگه نمی کنه شکون نداره. بالاخره به هم رسیدیم. اما تو چرا ناراحتی اینقدر؟ نکنه از اینکه با هم عروسی کردی دلخوری؟ من دلم داره شور میزنه. وای خدا مرگم بده. ببینم شور امشبو. بس کن تو هم. داد نزن سرم اینطوری. شب اولی دلمو میشکنی. بعد از زوری تو قصابی هاشم لنترانی خونده بود واسه کاکام.
بعدشم که از همون میومدیم بیرون سر تو هرچی از دهنش رسید گفت کاکام نزاش وگرنه روده هاش میریختم بیرون میدونی کاکام خیلی گرفته است تا حالا اینطوری نایده بودمش چند روزه که گرفته است از امشب میترسم آخه چرا؟ به دلم برات شده که امشب یه اتفاقی میفته اتفاق چی؟ همش منتظرم که سر کله هاشم پیدا بشه برو بچه دیگه برو کم کن حالش کن برو هاشم خواهد دادم 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 بریم تو دیگه اونجا رو نگاه ببخشی عروسی نصر الله خانم اینجا بله همینجاست صفدر خانم که تشریف دارن بله صفدر خان تو زور خونه است شما بفرمایین الان میام نه ما فقط با ایشون کار داشتیم شما بفرمایین بگم ببخش کجا؟ تا صفدر خان نیومده بریم کار یه سره کنیم دیگه من این قرار نبود عروسی رو به هم بزنیم اکی که تو چقدر خنگی ما با صفدر کار داریم نه با عروسی باید از زور خونه کشیدش بیرون تو عروسی جلوی همه کنفتش کرد خب چه فرقی میکنه؟ عروسی داشتم که به هم بسنه میگار که اونو کنفتش کردین زفتر اون مهمه اما باز تو یه کاری بکنی چه کاری؟ وقتی با اون سرشاخ شدم اگه دیدی هوا پسه از عقب ناکارش کن این دیگه خیلی نامردی ببینم تو با منی یا با اون؟ با تو هم اما نه دیگه انقدر نامردی با نامردیه که آدم مرد جلوه میکنه راه بیافت برو تو نه نباره چرا زورتو داری به اونا نشون میدی نامرد واسه تو نشون بدم تو یه وقتی قابل بودی اما اونا همه میدونن که لچک سرت کردی و خونه نشین شدی مرد برو پیکارت اینقدر کرکری نخون این بازارچه اینم تو ما چه حرفی نریم ما منو قبول ندارم میگن اگه تو بخوای میتونی اما من میخوام ثابت کنم که نمیتونی ناره میدونی اسم تو مثل بختک رو من افتاده من این بختک رو باید از رو خودم وردارم بازم گذشته از این حرف تو عشق شب و یلواتی ما انداختی تو دومن دعاشه اگه میخوای کاری به کارت نشته باشم میری دست گوهر رو میگیری و میاری میذاری تو دست من دیگه داری ور زیادی میزنی اگه کسی ندونه من که خوب میدونم تو کی بودی و کی هستی برو پیکارت مرد حیف مرد که آدم به تو بگه اگه مردش اینه که گفتی یه دفعه دکم بکو زمونه عوض شده مردی دیگه به تو برازنده است نه آدمی مثل من برو پی کارتو راحتم بذار تو خیال کردی من میذارم آدمی مثل تو اسمشو رو اسم من بکوبه تو خیال کردی من میذارم این پشتو به خاک برسونی من این پشتو یه دفعه به خاک رسوندم بس بذار یه چیزی بهت بگم که تا نوشیگرتو بسسونه این من بودم که منشی حاج احمدو آخر شبی کشتم و انداختم گردن اون موقع یه جتقل بچه بودم حالی دی که ها؟ اما حالا خودتو رو به خاک و خون میکشم پس تو نامرد بودی که منو به خاک سیاه نشوندی تو هیچی ندار بودی که با اسم و رسم من بازی کردی الان همه محله رو خبر میکنم تو بدونن قاتل 10 سال عمر منو اون پیر مرد بدبخت چی بوده قمبر یا
کام کو آخه؟ باید دیگه پیداش بشه. دو نفر باهاش کار داشتن، رفتن زورخونه پیشش. مبارکه باشه. سلامت باشین. بفرمایید تو مشرف فرمودین. چی میدونم ننه، دو نفر آدم که سراغشو از من گرفتن. کاکا زدیش کاکا؟ میدونستم، یعنی همه مردم میدونستن که تو هنوزم همونی هستی که بودی. Ha ha ha!